اگه بخوام 50 تا غذا لیست کنم که باید تا آخر عمرت یه بارم که شده امتحانشون بکنی، این یکیشونه. پوتین برخلاف اسم روسیش از دل کانادا میاد، کبک، و انقدر اونجا جاشو تو دل همه باز کرده که بعضیا بعدشون نمیاد بشه غذای ملی کانادا. باورت میشه؟ خیلی رسیپی ساده ای داره، بریم درستش بکنیم تا با هم ازش لذت ببریم. اروکوشو خوش اومدی. همه چیز این غذا با سیب زمینی شروع میشه، برعکس پوتین که اتفاقا خیلی خشک و سرده، اینجا با یه پوتین هات طرفی. سیب زمینی ها خلال و بعدش سرخ میشن، اما من به خاطر اینکه یه پوتین سالم و سلامت‌تر داشته باشیم با ایرفرایر درستشون کردم. حالا نوبت درست کردن سس گریویه. ترکیباتش استاک گوشته که من از این عصاره آماده گوشت استفاده میکنم و یکم آب. حالا آرد و کره با هم تفت میخورن و آروم عصاره گوشتمون بهش اضافه میشه. امیدوارم اگه آشپزی میکنین یه سراحی بد رو سر راستون قرار نگیره. یعنی دهنمو سریز کن سراحی انقدر بد شد. تهش سرخونه زدم اونجا که به صورت مستقیم و پیریز سرخ بشه. وقتی حسابی با هم میکس شدن و به این بافت خامه ای رسیدیم، کار تمومه. البته توی ورژن اصلیش سس وستشر هم میزنن توش که من از خیرش گذشتم. شاید باورتون نشه ولی دیگه هیچ کار خاصی نداره. حالا روش تیکای پنیر میاد که بهش چیز کرد میگن، ولی من توی ایران از موزارلا استفاده میکنم و در آخرم این سس گریوی جذاب میاد روش. اینجوری با زبونت توی دنیایی از تمام مزه ها غرق میشی و خیلی ساده میتونی از این غذای جذاب لذت ببری. واقعا عالیه. حتما سیوش بکن که سر فرصت درستش بکنی و با دوستا و خانواده ازش لذت ببری. مخلص تک تکتون هستم. روکو.